سلام خوشگلا، ما برگشتیم با یه ویدیو دیگه و یه آموزش خفن دیگه از آموزش هایی که همیشه براتون میذارم. این یکی رو اصلا از دست ندید، خیلی به دردتون میخوره. آرایشی که روی صورت من هست رو اگر دوست دارید که یاد بگیرید، لینکش رو این بالا براتون میذارم، برید ببینید. یه آرایش خیلی راحت و سریعه و خیلی سریع و راحت میتونید انجامش بدید بدون هیچ آموزش خاصی. راحت براتون گذاشتم آموزشش رو، برید و استفاده بکنید. امروز اومدیم یه آموزش خیلی خوب بهتون بدم، یه بافت خیلی سریع و راحت برای جلوی سرتون، زیر شال و رو سری، که میتونید ازش استفاده بکنید. بریم که این آموزش رو با هم دیگه ببینیم. بچه‌ها، ما برگشتیم با آموزش بافت جلوی موهامون که می‌خوایم زیر روسری یا شال ازش استفاده بکنیم. اول از همه باید بدونید که از کدوم قسمت تا کدوم قسمت موهاتون رو می‌خواید بافت بزنید، و حالا بعضیا دوست دارن که از این قسمت بافت بزنن، بعضیا از این انتها بافت می‌زنن، بعضیا از این قسمت وسط به این بر و این بر بافت می‌زنن. من می‌خوام که از این سمت بافت بزنم به این سمت، یعنی یک هلال کامل روی موهام بافت باشه. اول از همه اون جداسازی رو انجام میدم که حالا من میخوام از کجا موهام بافت رو داشته باشه. بعد از اینکه جداسازی رو انجام دادم و موهام رو آماده کردم، شروع میکنم به بافتن موهام. الان من آماده سازی انجام دادم، من میخوام از اینجا موهام رو ببافم به صورت هلالی. میتونید حتی از این قسمت هم بافت رو بزنید. یه کمی بیشتر جدا میکنم. قسمت بالای موهام رو هم جدا میکنم. موهاتون رو صاف بکنید، یعنی شونه کامل داشته باشه که صاف باشه، راحت بتونید بافتتون رو انجام بدید. خب من یک لایه نازک از موهام رو اول جدا میکنم، برمیدارم و یک بافت انجام میدم. به سه قسمت تقسیمش میکنم اول موهام رو، این لایه‌ای که برداشتم رو، و وقتی میخوام بافت بزنم رو به این سمت بچه ها دستم رو میکشم. اول یه دور بافت میزنم و بعد دور بعدی که میخوام بافت بزنم و این لایه رو که میخوام ببرم بالا، از این قسمت اضافه موهام بهش اضافه میکنم. مجدد یه بافت دیگه و دوباره این لایه رو که میخوام ببرم، باز یک لایه دیگه از اون قسمت بهش اضافه میکنم. میبینی؟ میارم روی این قسمت و دوباره یک بافت دیگه، و این دوباره این رو که میخوام ببرم یک لایه دیگه بهش اضافه میکنم. میبینید؟ دوباره یه بافت، یه دونه، دوباره این لایه رو که میخوام ببرم یک لایه دیگه از این قسمت اضافه میکنم، باز یک بافت، و دوباره این لایه رو که میخوام ببرم باز یک لایه دیگه از این قسمت بهش اضافه میکنم. به همین راحتی باز یک بافت دیگه و این لایه روی رو دوباره یک لایه دیگه دوباره یه بافت، باز این لایه رو که میبرم باز از اینجا اضافه میکنم.
ببینید بچه ها، این الان بافت من انجام شد. خب حالا اگر دوست داشته باشید میتونید که این بافت رو تا پایین ادامه بدید، اگر هم دوست نداشته باشید میتونید این بافت رو ببرید پشت موهاتون و موهاتون رو کاملا ببندید و به این صورت بشه. میبینید؟ من از این قسمتم یه چند تا تار اینجا میندازم که شیک‌تر باشه. خب من اینو ادامه نمیدم تا پایین، همین تا همین حدی که بوده رو میبندم. خب بچه ها من برگشتم، موهامو بستم، اومدم که شما هم ببینید قشنگ موهای من رو. این بافت خیلی راحته، خیلی ساده است و خیلی راحت میتونید بافت رو انجام بدید و روسری رو سرتون کنید و یک شال قشنگم بندازید برای زیر شال، خیلی عالیه. خب بچه ها اینم یه روسری خیلی خوشگل که من موامو درست کردم، روسریم زدم که ببینید زیر روسری به چه صورت میشه. و اینکه اگر مدل بستن روسری منم دوست دارید ببینید، ویدیوهای بعدی من رو از دست ندید. توی ویدیوهای بعدی براتون آموزش بستن شال روسری رو هم میذارم حتما. ببینید این بافتی که من الان زدم چقدر راحت و ساده برای زیر شال روسری، شما به راحتی میتونید ازش استفاده بکنید. امیدوارم که این ویدیوی ما رو هم دوست داشته باشید و ازش استفاده کرده باشید. تا ویدیوهای بعدی منتظرتون هستم که باز کنار من باشید و ویدیوها رو ببینید و ازش استفاده بکنید. مثل همیشه لایک یادتون نره، سابسکرایب یادتون نره، شیر کردن یادتون نره، ما رو به دوستاتون معرفی بکنید که اونها هم بتونن از این ویدیوها استفاده بکنن، ما رو حمایت بکنید. خیلی دوستتون دارم، ممنونم که منو حمایت میکنید و ویدیوهامو میبینید. بوس به کله هاتون.